نژادگرایی نظریه است که میان نژاد و پدیده‌های نظیر دین، آداب، زبان و غیره رابطه ایجاد کرده و برخی نژادها را برتر از دیگر نژادها می‌شمارد و بین آنها تبعیض قائل می‌شود. نژادپرست کسی است که معتقد است همه خصلت‌های رذیلانه و فرومرتبه‌ای که به مردمانی با این یا آن ویژگی نسبت داده می‌شود در زیست شناسی ریشه دارد. نژاد اما یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم جامعه شناسی است، زیرا بین کاربرد روزمره این مفهوم و مبنای علمی آن تناقض زیادی وجود دارد. نظریه‌های شبه علمی درباره نژاد در اواخر سده 18 و اوایل سده 19 پدید آمد. آرتور دوگوبینو که گاهی او را پدر نژادپرستی مدرن می‌نامند، معتقد بود از بین 3 نژاد سفید، سیاه و زرد تنها نژاد سفید صاحب هوش برتر، اخلاق و اراده قدرت است. حزب نازی بیشترین تأثیر را از این نظریه گرفته بود. این حزب با اعتقاد به اینکه برای ساختن نظم نوین جهانی باید نژاد ژرمن به عنوان نژاد برتر بر سایر نژادها حکومت کند، فجایع جنگ جهانی دوم را موجب شد. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم با زیر سوال رفتن وجود نژاد خالص، دانش نژادشناسی کاملا از اعتبار ساقط شد. اما تفکر برتری جویی نژادی به قوت خود باقی ماند و شکل پیچیده تری به خود گرفت. نژادگراها از مفهوم تفاوت‌های فرهنگی برای حذف و طرد گروه‌های دیگر استفاده می‌کنند. بر اساس این دیدگاه، سلسله مراتب برتری و فرودستی بر اساس ارزش‌های فرهنگ اکثریت ساخته می‌شود و گروه‌های اقلیت، هرچند نه از نظر کمیت، ممکن است به حاشیه رانده شوند و مورد تبعیض قرار گیرند. به بیانی دیگر، امروزه نژادگرایی به کمک تفاوت‌های فرهنگی توجیه می‌شود و نه بر اساس فرومرتبگی زیست شناسی. نمونه‌های نژادگرایی در طول تاریخ بشر کم نیستند. از بربر خواندن غیر یونانی‌ها در زمان باستان و حکومت نژاد قبطی در مصر گرفته تا نقش پررنگ نژادپرستی در قاره آمریکا و آفریقا در دو قرن اخیر. همچنین نسل‌کشی‌های تاریخی در اروپای شرقی و بالکان، درگیری حکومت چین با تبتی‌ها و مسلمانان اویغوری از مصادیق نژادگرایی هستند. آنتونی گیدنز، جامعه شناس بریتانیایی، در بررسی نژادپرستی به مفهومی می‌پردازد به نام بلاگردانی در اقوام. به عنوان مثال او می‌گوید آلمانی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم علت وضعیت وحشتناک اقتصادی و تورم و بیکاری خود را هجوم کارگران ترک به آلمان می‌دانستند و همین باعث اذیت و آزار ترک‌ها توسط نئونازی‌ها شد. بلاگردانی موجب ایجاد انگیزه‌ای به نام قوم مداری می‌شود. قوم مداری یکی از علل اصلی نسل‌کشی‌های قرن اخیر بوده است. در ایران هم نژادپرستی و قوم مداری در لایه‌های پیدا و پنهان و در سطوح فردی و دولتی جریان دارد. بسیاری از ایرانی‌ها از دیرباز باور داشتند که از نژاد برتر آریایی بوده و عرب‌ها را پست و غیر متمدن می‌شمردند. کشور ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی و تنوع قومی درگیر قوم‌گرایی‌های خاص خود بوده است. وجود اقوام با تاریخ، زبان و مذهب منحصر به فرد خودشان و تجربه سالها زندگی در کنار هم، پیچیدگی خاصی در روابطشان به وجود آورده که گاهی به تحرکات ضد قومی در سطوح مختلف ختم می شود. لطیفه ها یا تمسخر دیگر اقوام تقریبا در افکار عمومی ایرانی ها عادی تلقی می شود. در سالهای اخیر نیز مهاجرت افغانها به ایران با تبعیض‌های دولتی و همچنین رفتارهای توهین‌آمیز برخی از ایرانیان همراه بوده است.